کنفرانس جامع خلع سلاحمون رو در ماه اردیبهشت اواخر آوریل در تهران برگزار میکنیم. برخی از وزرای خارجه، بسیاری از مؤسسات مطالعاتی، تینک تنک ها و صاحب نظران در حوزه خلع سلاح رو دعوت میکنیم که حضور داشته باشند. فکر میکنم اجلاس مهمی است و میتوانه پایه‌ای بشه که ما اون رو به صورت نهادینه سالانه برگزار بکنیم تا زمانی که به هدف تعریف شده در این پیشنهاد برسیم. فکر میکنم اجلاس کنفرانس باشه. یاد کردم که ایران و آلمان و برخی کشورهای دیگر مثل گذشته میتونن بررسی بکنن تدوین یک کنوانسیون جامعی رو که امها سلاح‌های هسته‌ای رو در دنیا طلب بکنه و ما میتوانیم یک تاریخی رو هم به عنوان هدف مشخص کنیم که در این سال در این تاریخ بایستی سلاح‌های هسته‌ای از جهان محو بشه. این پیشنهاد رو ما در مجمع عمومی سازمان ملل 4 سال هست که مطرح میکنیم، قطعنامه روش داریم میگیریم، امیدوار هستیم روند تصویب این کنوانسیون انجام بشه. ملاقات با آقای سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم فرصتی برای هم مرور روابط دو جانبه بود. دو کشور مهم، دو کشور همسایه که در سیاست خارجی یکدیگر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند، ابعاد مختلف روابطمون رو از بوشهر تا همکاری‌های اقتصادی از زمینه‌های مختلف مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. گمان کردنی فرصتی ایجاد شده و می‌توانند یک حجمه دیگری ایجاد بکنند، شاید به جایی برسند. البته از همون روزهای اول اگر شما نگاه میکردید حتی رسانه‌های منتشره در از سوی رژیم صهیونیستی رو ارزیابی‌های اونا واقع‌بینانه بود که آنچه که در متن حوادث ایران وجود داره سمت و سوش ایناست، روشنه، این تغییر نمی‌کنه، این اراده است که در ایران وجود داره. اینو فهمیده بودن، منتها احساس کردن با این سرمایه‌گذاری میتونن در اذهان تشکیک ایجاد بکنن، مشبه بکنن از هان رو و این کار رو میتونستن بکنن. این شاید عمده ترین لطمه ای بود که اینا زدن و این ظلم بود به ملت ایران، ظلم بود به تاریخ ایران. حالا من قاعدتا تا به حال آنچه که مطرح بود نگاه منتقدانه سیاسی بود و اینها پاسخگویی سیاسی باز بکنن برای مردم که چرا این گونه عمل کردن. اما با توجه به شرایطی که از عاشورای گذشته واقع شد الان دیگه پاسخگویی قضایی باید بکنن که نسبت به مسائل در واقع چرا چنین مشی رو در پیش گرفتن. یعنی برای همه روشن این قصه، اون وقت ما به نام حمایت از مردم مثلا مصر یا مردم تونس بخوایم بیایم فرض کنید توی خیابون بدون اینکه کلمه در مورد مردم حرف بزنیم، مردم اونها حرف بزنیم، یا خوراک تبلیغاتی جدید درست بکنیم. اینا من گمان میکنم جدای از بحث قضاوتی و قضایی انصافا به این مردم ظلمه. در بحث هسته ای آنچه که تلاش غرب بود تحمیل نظراتش بود از اینکه ایران وارد در واقع حوزه برخورداری از چرخه سوخت نشه. آنچه که مردم ایران و رهبری برش تأکید داشتن اینکه این حق ایران هست و ما باید بهش برسیم. دولت ها در این وسط روی کردی رو اتخاذ بکنن که حتی فرض کنیم میخوان اون رو به دست بیارن، این حق رو، اما اگر این روی کرد درست اتخاذ نشه ما رو به اون حق نمیرسونه. خب اون دوره که شما اشاره کردید من مجلس بودم، مجلس هفتم بودیم، ما همین بحث رو داشتیم. البته جهت موضع‌گیری های ما علیه غرب بود و زیاده خواهی های غرب و برخورد ناعادلانه غرب نسبت به حق هسته ای ایران.
در دوره جدید مقام رهبری احساس کردن ظرفیتی در کشور ایجاد شد که میتونه روی کرده واقعی رو پیش ببره. بر این اساس ما روی کردمون متفاوت شد در بحث هسته‌ای و این روی کرد جواب داد همطور که شما اشاره کردید. اولا به لحاظ فنی و تخصصی ما همه تقریبا مراحل رو طی کردیم، یعنی 3.5% و بعد 20% ظرفیت تولیدش رو و غنی‌سازیش رو به دست آوردیم و الان در واقع در حوزه هسته‌ای به لحاظ تخصصی ما به آنچه که میخواستیم رسیدیم. بیانه کلامتون میخوام وارد بشم، من بحثم حالا ویژه بحث هسته‌ای نبود، من میگم که ما چطور به این در واقع قدرت رسیدیم، چه برگ برنده هایی داشتیم که حالا موضوع هسته‌مون رو که تثبیت کردیم اومدیم از اون حقمون دفاع کردیم، بعد من گفتیم بشینیم حالا پای میز در مورد مسائل جهانی صحبت کنیم. ما این چه ظرفیت هایی رو ما داریم برای خودمون ایجاد کردیم؟ ظرفیت انقلابه، این منطق انقلاب هست، این در واقع شعار بین المللی امام هست. امام بعد از پیروزی انقلاب در حوزه جغرافیایی ایران خب خیلی زود به این نقطه منتقل شدن که این انقلاب اگر در درون بمانه دچار مشکل خواهد شد، پیامهاش باید منتشر بشه، پیامش بر اساس آزادی بیان، پیامش نه صدور انقلاب که میگفتن مثلا کنوی کالا میخوان صادر بکنن. خب این ظرفیت ایجاد کرد در دنیایی که طرف رئیس اسم رئیس کشور خودش رو نمیشنا، اسم امام رو میفهم میشنا یا اسم مثلا مسئولین جمهوری اسلامی رو میدونست و یا میدونه. خب اینها برآمده از ظرفیت های انقلابه، توانمندی های انقلابه و هر جا ما اتصال به این کره انقلاب پیدا کردیم و در موزگیری ها در روی کرد هامون طرف مقابلمون احساس کرد که نه در منطق و نه در کاربری زور و یا تهدید و یا تبلیغات در واقع سلاحاش برندگی خودش رو از دست میده، چون با یه ملتی مواجهه که مصمم شده نترسه. وقتی شما 80% غلبه بر دیگران رو بر زور میگذارید مواجه بشید با یه جامعه که از زور نمیترسه، خب قاعدتا دوچار مشکل میشید. اینا ظرفیت های انقلاب هست و هر مرحله ای از انقلاب که ما این ظرفیت ها رو خوب بهش متصل بشیم، خوب ازش استفاده بکنیم، قاعدتا کاربریش همینه در دنیا. آیا متکی ما قوی تر شدیم یا اونا ضعیفتر؟ عهد خوب جمعشه، این هر دو اتفاق داره میفته. آیا متکی از آقای رئیس جمهور چه خبر؟ با هم تماسی داشتید تا حالا بعد از این وزارت خارجه؟ دیگه آقای رئیس جمهور هستم، کار و گرفتاری هاشون مسائلشون خیلی توقعی نیست که ما حتما خیلی تماس داشته باشیم. در این 5 سال اندی که اشاره کردید من تقریبا 206 سفر داشتم به کشورهای مختلف و مناطق مختلف و طبیعت کار دیپلماسی این هست و به همین میزان هم ما مهمون خارجی داشتیم، بنابراین حاصل جمع وقتمون میشه مراوداتمون با عمدتاً دیگران یا در خارج یا در ایران. خانواده نسبت به این سفراتون شاکی نبودن؟ البته خب یه سری از سفرها رو من بیشتر می‌دیدم، همسرتون عنوان مشاور اینا با شما بود تقریبا. بله، از اوایل دوران انقلاب در واقع وزیر خارجه با تو به اصطلاح تاکید و یا موافقت و توصیه‌ای هم که حضرت امام داشتن به جهت همین وضع زندگیشون نوعاً این امکان براشون بود که گاهی همسرشون هم همراهشون باشن. پس خیلی زیاد اعتراض نداشته؟ حالا ایشون البته اشتغال داخل کشورم داشت ولی با هم کنار اومده بودیم. خب خدا شکر. بعد از وزارت خارجه، یعنی بعد از اینکه از وزارت خارجه جدا شدید، آیا تو این ایام از همتایانتون کسی باهاتون تماس گرفته؟ سراغی بگیره صحبت از همتایان خارجی که منظورم؟ بله تلفن هایی داشتم، نامه هایی رو داشتم. و اول نفر کی بود آقای متکی؟
آقای داوودوغلو بود از ترکیه. ترکیه. بله. تبلیغات و برخوردهای انگلیس با موضوعات مربوط به ایران طی 30 سال گذشته خصمانه، مداخله جویانه و البته با مقاومت ملت ایران شکست خورده بود. اما نکته بسیار جالب آن است که خود در تحلیل‌های درونی و محرمانه خودشون و در گردش کارهای خودشون اذعان کردند که ایران با ثبات است، ایران بر تنش‌های این گونه ای فائق خواهد آمد، ایران بر محور رهبری قدرتمند آن مسائل جاری در کشور را مدیریت خواهد کرد. ولی یه فقیه منبع و اساس مشروعیت نظامه، یعنی رئیس جمهور بعد از انتخاب به دلیل حکم تنفیذی که از رهبری میگیره مشروعیت در واقع ریاست مجریه رو در کشور و اجرایات کشور رو پیدا میکنه. و عرض شود که بنابراین هم از منظر قانونی، هم از منظر شرعی، هم از منظر سابقه‌ای و تجربی و کارشناسی و کاردانی تصور من این هست که برای رئیس جمهور دو نکته باید مورد توجه باشه. یکی این که رحم الله امرین عرف قدره، رئیس جمهور جایگاه خودش و جایگاه دولت رو در قانون اساسی بدونه، و دوم یک چنین ظرفیت عظیم اقیانوسی در نظام وجود داره که رئیس جمهور برای امر کشورداری که امر بسیار خطیر و سنگینی است میتوانه از این ظرفیت استفاده بکنه. سیاق و سابقه آقای هاشمی اینگونه است که تعامل ایشون با انتخابات در یکی دو دهه گذشته به گونه ایست که سعی میکنه موضوع انتخابات رو تا مراحل پایانیش مرتبط با خودش، به قول فرنگی ها پندینگ یا معلق نگه داره. این یک طبع ایشون هست. اما چیزی رو که اطرافیان ایشون القا میکنن که شرایط کشور به گونه ایست که ایشون فقط میتواند، این همون الغایی بوده که در طول دوران حکومت کارگزاران و اصلاح طلبان در کشور الغا میشد، و اون این که یه 200-300 نفری تو کشور بودن، فقط اینا میتونن کشورداری بکنن، فقط اینا میتونن مدیریت کشور رو بر عهده داشته باشن. و اواخر آنچنان غرور برشون حاکم شده بود که میگفتن غیر از اینا هیچ کس نمیتوانن. یه وقت هست میگیم اینا میتوانن، دیگران رو هم نفی نمی کنن. اما بعدها قسمت دوم رو هم می گفتن، هیچ کس دیگری نمی توانه. من گمان می کنم که الغای چنین نکته ای یعنی در واقع تکذیب قدرت انقلاب در ایجاد رویش های جدید. لذا معتقدم که هواداران آیه هاشمی با القای اینگونه ای مسائل موجب تخریب خودشون نشن. مردم باور دارن که این اقیانوس ظرفیت های فراوانی، مرواریده ها و توانمندی های فراوانی برای اداره کشور داره. در شهر اربیل عراق با هجوم به با هجوم به صدا میرسه